سلام برای سی یوتیوب. سلام، چاکریم. سوهل هستم با سوهل. اپیزود سوهل به تمام دو. سو. آره. چه خواهم سوهل؟ مرسی که سلطان دعوت کردی به کانله. مرسی که اومدی. قربونت برم. عشق منی. من واقعا ممنونم که وقتی گذاشتی. ساعت 9 صبح دارم خونه‌شون زنگ زدم. یعنی لعنادایی که پولشون دیگه شده. خونه خودت بباش. آقا من امروز میخوام راجع به خوشحالی و خوشحال بودن صحبت کنیم و دلیلی هم که من اینو انتخاب کردم پیش بچه که داشتیم با هم یه فوتبال بازی میکردیم و گل میزدیم از هایشون نمیزنه نه سوبر لایف من نوتیس کردم که نمیدونم چرا نوتیس کردم که سهیل متوجه نیست تو پوزیشنی که هست و اونقدر که باید تو زندگیش خوشحال باشه یعنی اتفاقی گفته برشم اونم که سوهل خوشحال ترین تایم زندگیت الان یعنی انقدر قدر این لحظاتو بدون که باور نمیشه بعد گفت نه اصلا من دلم میخواد یه خورده قوی تر باشم این کار کنم اون کار کنم گفتم خیلی جالبه که آدم وقتی توش هست نمیبینتش وقتی میاد بیرون دیر شده حالا فهم کنیم یه خیلی قشنگ میشه با هم درست بکنیم ساعت درست و این بود که سوال مثلا سوال اول اینه که چرا الان هیجان داری واسه آینده وقتی که الان تو بهترین تایم زندگیتی حالا نه واسه آینده رو بخوای دقیقا چون آینده خشایار عروسی میکنه میره از این خونه آره و زنگ میزنی بچه داره نمیتونی ببینی چون با بچه شو بره مهدی بوده آخه نیست چرا همین یه چیز دیگه که هست آخه فقط خوشحالیه نیستش که مثلا خشی رفت من نمیتونم خشی صمیمی‌ترین دوستم مثلا سوی جون یا پوتک یا ایلیا یا هر کس دیگه که تو سیرکلمه همدیگر میبینیم و اینا ولی خب بالاخره همه یه روز میرن دیگه بعد من نمیتونم وابسته بمونم به این روزام میفهمی چی میگم یعنی دوست دارم بسازم زندگیمو تو آیندم بتونم خودم مستقل زندگیمو بکنم خب. یعنی من میفهم اگه بخوام من منظورتو میفهم میگه اوکی کارتو بکن تو اون تایم هم خوشحال باش اصلا سوال دارم میپرسم آره آیا فکر به اینی که میخوای به آینده چیکار بکنی جلوگیری میکنه که خوشحالی الان تو رو ببینی خب من اینه پوینتمه آره من آره این اتفاق میفته چون تو الان تمام کسایی که اینو ویدیو میبینن نه حالا تمام ولی یه دست وحشتناک کسایی که این ویدیو میبینن یه ویدیو فوتو میبینن آرزوشونه یه روز زندگی تو داشته باشن نه رگولارلی یه روز حالا یکی آرزوشه که تو کانادا باشه یکی آرزوشه لاغر باشه دایا. یکی آرزوشه تو همین بالکن دارم بهت میگم یکی آرزوشه تک کرده باشه یکی آرزوشه با خشی باشه خشی زندگی کنه آره. یکی آرزوشه با کودک رو یه بار ببینه آره تو میفهمم چی میگی کاملا ناهارتو میتونی با کودک بخوری چون که چهارشنبه است واسه سه آدما این من یه ذره شواف نمی کنم مثلا فلکس نمی کنم مثلا با این کار با اینکه رفیقام خیلی آدمای با ارزشن خودت واسه خودت باید بدونی چه آره اصلا سر این موضوع خیلی جالبه سوه من 4 سال خشی میگه برو تراپیست بگیر 3 سال بود ایلیا میگفت برو آقا تراپیست بگیر حرف بزن ببین دیگه به یه پوینتی رسیدم گفتم بذار برم جهنم و ضرر بذار یه بار بگیرم برم دقیقاً تراپیستم همینو میگه میگه بابا تو اصلا انقدر چیز داری تو زندگی میگه اصلا همش ولی اون یه حرف جالبی به من میزد میگفتش که درسته که خوشحال نیستی ولی میگفت اینم فن توه میگفت فن تو اینه که خوشحال نباشی و ادامه بدی و یه سری چیزا رو به دست بیاری تراپیست بیخود بی خوده زنه میزن نه یه حرفیه دونه دست در نکنه رو تا پوینت میک میکنم یه عزیزه تو پیش تراپیست رفتم پیش قوی ترین تراپیست حالا نه قوی ترین ولی یکی از قوی ترین تراپیست های توی کانادا رفتم این هم نیست که هر کی میرسه میگه من دکترم بهترینه من نه رو اون حساب این توی کانادا چند تا زندان داریم همه زندان ها یه دونه روانپزشک دارن تمام روانپزشک ها هر سال جمع میشن یه جا سالی دو بار جمع میشن یه جا این روانپزشک من میره بهشون میگه جدید چیه خب من وقتی اینو شنیدم حتما میباید خیلی خوب باشه که دولت اینو استخدام کرده باشه
تو تلویزیون یکی خب این گفت خب من به این گفتم حتما من خوب باشه دیگه. این یک. دو یه دونه آقای هستش که خیلی آدم خفنیه، نیل تایسون دگراس، میگه وقتی میری توی کتابخونه 10 تا کتاب فیزیک بیشتر وجود نداره، 10 تا کتاب ریاضی بیشتر وجود نداره، 10 تا کتاب شیمی بیشتر وجود نداره، ولی 10,000 تا کتاب روانپزشکیه. میدونی چرا؟ چرا؟ چون هنوز فیگرت نکرده. آها. هر کی یه چی میگه. آره دیگه، هر کی متد خودشو داره. بعد ببین اگه تو بعد با مثلا تو 3 سالگی بابات میزدت امروز دو صحبتو میزنی یه دلیلی داری؟ من تو 7 سالگی یکی مشت تو شکمم زنمو میزنم امروز. اون یکی رفیق من وحشی زنشو میزنه. آره. یه تراپیست چون خوش بچه بوده تو 3 سالگی کتای خورده میاد اینو مینویسه، بعد وقتی تو میری پیش اون واسه تو کانکت میکنه. یعنی همشون نمیتونن به منطق یکسان برسن بعد از درس خوندن. 30 تا موجود هستش که هر انسانی اون لحظه اینجاست و همه هم تو فلو داره. فردا یه تراپیست که واسه کار میکنه خدا یه سالگی کار نکنه. واسه این تراپیست یه آدمیه که تکنیکی یه دزد معذرت میخواد. آره. دزد حرفه‌ایه که میرسه فالگیر میمونه. لول لیگالایز فالگیره. چه جوری میشه که کمک میکنه به سری آدم؟ همون دیگه گفتم. من میرم بهش میگم من زنمو میزنم، توضیح میده من نمیفهمم. تو توضیح میدی؟ توضیحش واسه تو پرفکت مکس میکنه. چون پوینتایی که داره میگه با پوینتای مال تو یکیه. یکیه. اون یکی هم که کلا دیوونه اصلا با اونم مکس نمیکنه. اوه بعد با تو سینک میشه، میندازاته توی مسیر. ما میایم بیرون میگیم کار نکرد چرت و پرت بود. تو شروع میکنی باش 2 سال کلاس گرفتن. ما 2 جلسه این میایم بیرون. مثل معلم ریاضی اون که تازه معلم ریاضی نه، معلمی که میخواد بگه خدا هست یا معلم دینی. آ اوکی اوکی. یه هر کسی یه تزی داره، یه چیزی میگه، یکی میگه زمین قرار منفجر شه منطقه چیه، یکی میگه خدا خواسته، یکی میگه نمیشه، یکی میگه حالا وایس، یکی میگه ما که نیستیم. الان هر کی یه مغلطه خودشو داره ولی مال خودشه. اینم من نظر شخصی من راجع به روانپزشک که روانپزشک نمیتونه خیلی کارا بکنه و اصلا بعضی وقتا میگم اصلا بد میکنه. مثلا این بازیگرای معروف که یه خودکشی میکنن اینا 100% نه 99% قبل از این خودکشی کنن روانپزشک رو رفتن دیدن باشه مثلا. خواهی اون روانپزشک من بودم میگه آقا من ناراحتم مثل تو که میگم گوپولی ناراحت بیاد جای زندگیتی. آدم به خودش میاد. تو میگم انترویستای منی تو گو میخوری ناراحت باشی جاکر. اون بار بزن هم اون بار دو چی میگی؟ یه اون بارم آخه اینجوری کار میکنم اون سوری نمیتونی بری اینجوری دست به سینه بشینی. آره من خودم خیلی بعد باید یه خفه شدی یه کون گاشاده این همه زندگی تو به زر نزدی اینجوری باید عمل کنی. ولی چون دکتر نمیتونی جو با تو حرف بزنه و اگه می وقت اشتباه به تو بگی چیزی بشه اون روش اونو میره و اون یه داستان خوش شده تو این تو هر صبح با همه می کافی بخوریم من همه چیم درست میشه خوشحال خندون به خدا ما چه بیا آخرین داستان خواننده لینکینگ پارک خودشو دار آره چستر تو میگم اگه دکتر شروع کنه مرتی که حمال تو گو میخوای ناراحتی که چون تو 13 سالگی که انگشت کرده به تخمم به تو هم انگشت کنم مسئله بازی ها چه نو نو به گروه بره دیگه یارو میرم خونه میگو راست گیدی ولی انگشت شدی سیز ای فاید ای فاید دیگه انگشت شدی بعد انقدر اون تراپیست هم گندش میکنه میگه خونه میگه نه آقا به تراپیست گفتم یارو خواهی کرد تراپیست میخواد بچه‌شو تبیوز شدی نمیدونم فلان شده بیستار شده تراپیست چه حرفو میزنه چون که بچه‌ش میفرسته کلاس تنیس. اگه بهت بگه بابا تو که ماشین نداری، باشه برو گم شو بیرون تموم شو. ولی اگه بگه اوه دو جلسه در هفته بیا من تو رو میسازم، من تو رو میذارم بس. اینجوری پول شده همین دیگه. اون هم بیزنس دیگه. من رفتم پیش یه دونه وکیل. یه مشکل داشتم، سوپریم کورت خیلی قوی، آخرین کورت کاناداست. من سو شدم دارم میرم اونجا، رفتم پیش وکیل. پیش وکیل آقا این داستانه. یارو گرفت شروع کرد که وا این که خیلی اینم گفتی دیگه بگاه رفت اینه وا اصلا جو خوار و مادر بعد من گرفتم که یه داری جو میده خودم خوبا که دیگه حق داره میخواد پول بگیره دیگه فرنا بیزنسشه دفعه بعد رفتم گفتم که آره من سوهل سرمان کلا گذاشته گفت اه تو سر خودتو که نمیتونی کلا بذاری بابا سوهل اون یکی سوهل تو ادا تا سوهل بود گفتم بیه پدر تو اصلا یاد نمیاد دوتا سوهل بود این همه داستان که بعد گفتم تو چه جور قضا دفاع کنی وقتی تو اصلا اینو یاد نمیاد تو تو اصلا بازی ریسی موضوع تو نمیدی داستان آره دیگه نه اونم میام همه بیزنس ها یه چیز توش وجود داره نه همین همین کنوازی داره یارو چیز کردم اخراج کردم یارو فایر کردم گفتم گوره پدر خودم تنها رفتم سوپریم کورت بردم بردی؟ بردم تنهایی چون گفتم که قاضی قایه کرده بود
یزیده تو سوهیل قاضی اینجی من باشدم اونجا لباس هم شهبارم مثلا تمیز نبود خیلی تیگه تیشرت سفید ساده اونجا بسیدم میگم سر ساختمون اومدم اونجا من یعنیفش که وکیل وکیلت کجا گفتم که نمیخوام بیعتنامی میکنم ولی وکیل به نظر آدم های بیشوری هم هرکی قاضی میشه من وکیل بوده اول بعد گفتش که ببین کارت خیلی غیرعادیه من از اینجا واسه میشه دستم میخوره بری زندان واسه 20 سال واسه همین اینجا یه جایی که الان من تصمیم میگم هم زندگی تو آپساید داون میکنم تو مطمئنی میخوای اینجا بیای بدون وکیل گفتم ببین تو به نظر میاد یه آدمی باشی که چندین ساله داری این کارا رو میکنی من آدم دروغگویی نیستم آدمی هم تو خیلی کم میبینی من همه چیو ضرر و سودش به من باشه نباشه همه رو به راست میگم تو آخرش تصمیم گرفتی منو به گاهی بگو تصمیم گرفتی منو حال بده حال بده هر چیو بعد یه حالی کرد و گفت اوکی من وظیفه رو به تو بگم ولی اوکی بعد اینش خیلی با مزه گفتش خیلی خوب پس جوانوا تو بگو جوانوا چیه؟ ایو همه داد گذر زیر خنده هشم چون یه چیز رو رسمی بود من نهی کنم یه عزیزه تو حالا بعد بکنم اون یکی وکیلی چغال با اینجا رو ببین اگر اون رفیقم منو استخدام میکرد برای وکیلش من میباختم اصلا کلا برنامه همینه ببین اصلا کلا یه سیستمیه حالا من نمیدونم راجع به کار اداری خودم افتادم چون خودم گیره ولی مشابهشو برای منم اتفاق افتاده موقع یعنی مثلا واقعا کار خاصی برای من اگه خودش ناخودآگاه درست شدم چی بعد بگم من کردم میدونی چی میگم حالا بمونه اما سوال یه سوال من بپرسم آقا اولین چیزی که برو صبح بلند شد یه خواب خوشحال میکنه اون چیه؟ کونه خانم همین؟ آره دیگه پیچی از اون بهتر نمیتونه باشه یعنی اولین چیزی که خوشحال میکنه کونه اون قلومبه ای که دوتا آب شدن بهت میده خب بعد کون چیه؟ بعد کون دیگه دوباره میخوابم دیگه نه کون اول یا بخونه با خودم بر رفتن یکی یه سوراخی میشه اصلا جنسیه پس آره دفع جنسیه کلن جنسیه بعدش دوبز میاد تو بازی بعد دیگه توی این موقع بچه ها بیدار میشن دیگه یه خود میریم تو پرنتینگ ای بی سی کار کن و نقاشی کن ولی واقعا هم همینه ببین نگاه کن مثلا منم شاید مثلا خواب بیدار شم یا کون دوست دختر رو ببینم اولین چیزی که منو خوشحال میکنه اینه تو وقتم داشته باشی اینجوری خب حالا دوش رو نمیگیرم یه قرمزم رد کنم میرسم چقدر جالب گفتی خودم تا داشت توجه نکرده بودم من خیلی عمیق میشم مثلا میگم اولین چیزی که منو خوشحال میکنه باید پاشم پول این همه زیاد رو در بیارم که خوشحال کنه ولی در صورتی که تو لحظه تو خود حواسی دیدی تو کونه داره خوشحالت میکنه من برای همین گفتم میباهم این چیز بگیم چقدر جالب تو دنیا تو داری اشتباه میبینی و حیفه چون میگم میلیون ها آدم میلیون گوش شده به میلیون ها آدم آرزوش جای تو باشن تو یه دعیوش جای خودتی و لذت رو داری نمیبری یعنی دارید یه میلیون آدم داری میگایی خودتو داری میگایی هپینسی هم که دولت رو داری از دست میدی آخه نه دیگه چیزه میدونید آخه فشار کاری هم هست سوال من همش که اشغال نیست تو رپ خود خب میفهمم اون که تو چی کون نیست پر از دراماه تو چی نیست تو رابطه شخصی تو رابطه با خودت تصمیم نگاه می‌کنی میگی آ چشم دوباره تخمی شده امروز با خودت تو مشکل داری بعد یه سوال وجود اون آدم تو رو خوشحال میکنه یا کون اون آدم صبح فقط کونش یعنی تو کونو داری یه شخصیت جدا میبینی اصلا مثلا میگن دفرشن دختر چیه میگم زاهده‌ای داره چقدر جالب بسط فقط اصلا حالا بقیه میخوان شوگر کوت کنن و بگم با نمیدونم بینیم واسه عشق و من پاردارم و اینا مجبور نمیبینم چون من اینجوری دیدم زندگی رو و زندگی همیشه منو مسخره کرد منو اذیت کرد حالا من یا بچه هستم آدم دنیا یا زندگی اینه در هر صورت من تو اون باخت دادم و من فهمیدم که اوکی اگه اینجوری من یه کار خودم میکنم مثلا من ریلسی هم من یه دونه خانمش تعریف کرد خیلی خنده بود رفتیم خونه تبدیل مامانم بود بعد بابام اومد مامانم گفتش که آره صبح بلند شدم یه دونه کاغذ قلب بریده بود زده بود به در بروش مثلا اونم نوشته بود دوستت دارم بعد بادکنک برای مامانم دو تا باد کرده بود از این حرفا بعد ناراحت شد چون پس فیلم بگیره مامانم میاد تو بعد چون پیره طول کشید و که این ضبط آیفون رو بزنه میس کرد بعد اصلا مامانم گفت چقدر زود اومدی تو
ما رو واسه تعریف کرد. بعد تا اینا تعریف کرد خانم برش به من گفتش که بعد من صبح با این حالا برش چون خیلی با حال بیدار نکنی به این توش. ولی حالا این چیزی که میگی کون، من میخوام این سوال دیگه هم بپرسم ازت. تو میگی که چیزی که اول صبح تو رو خوشحال میکنه کونه، درسته؟ من میخوام ببینم شده مثلا وقتی با خانومت بالاخره دعوا میکنی دیگه؟ نه اصلا؟ نه. مگه میشه؟ توی 7 سالی که با هم بودیم فکر میکنم 5 بار دعوا کردیم، ولی هیچ کدوم ریکال نداریم به قضیه. یکیش هم نمیدیم دعوا سر چی بود. من مرسم تو دیوار سوراخ شد، خب اونو یادمونه و یادم نمیاد سر چی دعوا کردیم. و اون 4 تا دیگه هم میشه دعوا نکنیم. ما اصلا دعوا نکنیم. من داستان من دوست دختر دارم 3 ماه با هم، الان 2 ماه شده دعوا داریم. ما نه، من گفتم من اصلا اعصاب دعوا ندارم و من اکستریملی الفا میل شدم. حالا نمیدونم واقعا هستم یا نه، ولی دیگه رولشو دارم بازی میکنم اتلیست. اگر خواهد نماشم آخه تو خیلی شلی یعنی شل کردید راجبه خیلی چیزا. مثلا من میگم دوست دخترم را با دوستای پسرش بریم. دوست دخترم اصلا دوست پسر نداره، میدونی چی میگم؟ ولی مثلا برا من داره. تو اگه هم تو همچی سیچویشنی بودی میذاشتی بره؟ اگر کاری بود فقط داره. فقط کاری؟ فقط کاری. یعنی مثلا میگم یه رفیق بارم. آره. ولی احتمال داره 4 سالی بخواد خونه بخره. پس من با این سال دوباره میخوام برم بیرون که خونه‌شو بتونم کمکش کنم خونه‌شو بگیره. اینو قبول میکنم. ولی اگه من با سهیل بزرگ شدم همیشه همینجوری میگم که کسامل تو سهیل یا تو میخوای به اون بدی یا اون میخواد تو رو بکنه، یکیتون واسه یه برنامه‌ای هست اون واسه یکیتون داره تنگوزی تنگوزی در میاره شما وایسادی. چون من تا حالا دوست دختر معمولی زیاد داشتم. اگر 20 سال 30 سال پیش از من میپرسیدی میگفتم اصلا احمق است، آف کورس که میتونی پسر دوست دخترش بشه. بعدن فهمیدم تک کسایی که دوستای دختر من بودن میمدن با هم شدن پلشن بازی کردن، تک تکشون من دوست داشتن، میخواستن با من هوکاپ کنن و من اسکول بودم نمیکردم. من دوست دختر داشتم بودن، خب ما دخترم حال میکنیم دیگه. ولی اونا همه خودشون گوشن میخواستن بهت بدن، میخواستن با من رابطه برقرار کنن چون موضوع مال 15 سال 16 سال پیشه، همه میخواستن بچه بودیم دیگه. واسه این به وقتی 15 16 سال خب این یعنی برعکس هم هست، یعنی تمام اون پسرایی هم که با دختر دوستن اگه دختره دوست پسر، یعنی میخوان همشون بکنن. به نظر من دو تا حالت داره، یا اونی که شما هم گفتیه یا من که واقعا هنوز نفهمید این داستان نیست. فکر میکنه آره من با سهیل دوستم و هرشم سارا میاد با سارا میگی میخندی. اصلا میگه اصلا کار نمیکنه وقتی یه دختر دوست پسر داشته باشه، در صورتی که با یه نفر تو ریلیشنشیپ. نه وقتی یه خونه میبینن خونه خوشمون چند تا پسر با همین یه دختر بیاد با داستان خواهی داشت. توالت باید جدا بشه، ظرف باید فلان بشه، هرچند خود یه دراما داره این چرا. ولی خب پسر شما دراما نداره. نداره. واسه همین ما به هم نمیخوریم. دختران با هم دیگه دراما خوش با هم دین میکنن، با هم دیگه کارشو دارن. دختران با پسرا من هیچ وقت ندیدم دوست باشن بعد بمونه این دوستی. دوستن شوهر میگن دیگه تمام میشه. تمام میشه دقیقاً. اصلاش میده آپشنش بوده این دختره. یه چیزی که من میگم تو زندگی دیدم. واسه پسرا اگه دوست دختر دارن دو تا حال داره. هنوز نمیدونن این واقعیت نداره. فکر میکنم واقعا دوستن، چون مثلا دوست دختر من خیلی باحال بودن. ساعت مثلا چه میدونم اخه بولم میشم یا 10 صبح زنگ میزدم که پناز پاشو بیا اینجا با هم پلی استیشن بازی کنیم. پاهم شد میومد سر میذاشتم رو پاش، میشدم پلی استیشن بازی میکردم، سر من ماساژ میداد، با هم میگفتیم میخندیدیم، بعد با هم غذا میزدیم، با هم دوستام پیکاپ میکردیم فلان. ولی نگو اون دختر عاشق من بوده. پشمام اینو کجا خوندم؟ تو دایریش روز خوندم. خوندم پشمام دیگه. همینه دیگه. من خیلی من مخصوصا اینجا آخه تو این شهر سوه، تو این کشور، تو این شهر آجی دخترها خیلی آزادترن دیگه. خداییش خیلی من بعد چوسی نباشه با چوسی که البته چه دیگه. مثلا با دختر کمی هم نبودم تو این شهر آجی، اصلا توقع خیلی زیاده. یعنی من میبینیم بیشتر موقع اعصابم کلیه سر این موضوع. یعنی دخترها خیلی بیشتر از پسرها تو عشق حالن. بعد اصلا منطقه عوض شده. یعنی من وقتی مثلا راجع به این صحبت بکنم اصلا دیگه ماها رو به چشم آدمای جهان سومی میبینن، در صورتی که خیلی منطقی کیریه. همشون دارن برمیگردن، تمام همین آدمای آمریکایی و کانادایی دارن یکی یکی برمیگردن.
برای اینکه یعنی چی برمیگردن؟ دارن میان طرف ما. اوه به خاطر اینکه آزادی دادن بزن به خانوم، به فیمه داره ابیوزش میکنه، کثافت زده به همه چی. الان 15 تا شخصیت جدید داریم بعد از مرد و زن. نمیدونم الان مثلا تو یه دختر حامل کنی، اون میتونه تصمیم بگیره بچه داشت یا نه. نشه. اگه اون بچه دار نشه، تو آقا من دارم بچه میخواست، به نظر من تو داری قتل میکنی، من داری بچه منو میکشی، نکن این کارو. تو حرف تو شت نمیارده. میخوام حالا اون پتیه رو میخواد بیاره، تو نمیخوای. دقیقا. آقا من جوونم، تا نمیخوام بچه بیاد تو زندگی من. نه کستم من بچه رو دونی میره 18 سال پول بدی تو. اشمار چجوری الان مساویم؟ مساوی که نیستیم، همه چی اونوری شده. یعنی یه جوری میتونم بگان ما رو بگیره؟ یه جوری نه، اصلا 100% اصلا قربرنام اینو ما رو بگان. بعد حالا اینجا رو ببین، دعواهای ما چطوریه؟ من تو الان دعوا میشه به همدیگه مش میزنیم، دخترها با هم دعوا میشنن به هم تیکه میندازن، اونا منتالی دعوا میکنن، ما فیزیکلی. زمان قدیم زنه میاد تو شوهر، رو اعصاب شوهره دیگه، دهنش رو سرگیره شوهر یه چک میزده، مکسیموم وحشیتش چک جاش میمونه، اعصابی هیچی جاش نمیمونه. وقتی که تو پلیس رو زنگ میزنی نمیتونی نشون بدی، ولی چک رو میتونی نشون بدی. الان ما سلاح اون رو از اون گرفتن، سلاح اون رو ازشون نگرفتن. چقدر تمیز گفتی عزیز. اگه تو بیای به من بگی دوست دخترم من رو ناراحت میکنه، من بهت میگم تو لوزر و آشغالی. ولی اگه یه دختر بره بگه شوهر منو میزنه، هیچی بهش نمیگه که تو لوزر و آشغالی، همه میان شوهر رو جر میدن. برای چی دست بلند کردی؟ ما خیلی داریم اذیت میشیم آقا، ما رو گاییدین به خدا. آقا واقعا ما رو گاییدین. من نمیفهمم چرا انقدر اذیت میکنن، اصلا باور نکردنی نیست. آقا من اصلا مشکلم همینه دیگه، میگی مثلا اینا این دراما رو میگن، اینا خیلی تاثیر میذاره رو مغز ما مردا از سمت خانوما، تا روزی که نمیفهمیش چرا. ولی وقتی که میشینی حرفو میزنی میفهمی که او من. ببین مامانم این چند بار تو پادکستام گفتم، خیلی کلمه قشنگی، 100 بار دیگه هم خواهم گفت، مامان من دید من خیلی پپم، مهربونم، عشقیم، فیلمیم، گل روز بریزم رو تخت دارم، دید من خیلی پپم. یه روز اونها گفت تو اتاقم، گفت تو بهترین زنی که تو دنیا میشناسی کیه؟ گفتم تو مامانم. گفت مهربون تر از من کیه؟ گفتم ایش. گفت من جنم. یعنی یه مادر میخواست به پسرش بفهمه که ببین تو نمیدونی ما چه کثافتی هستیم، تو چرا فکر می‌کنی ما انقدر خوبیم؟ معلوم شد ببین یه چرفی هم که هم بفهمم همینا، نه سانسور نگو من خراب، همین دقیقاً همین کلام ما بفهم. توی بچه 17 ساله اینو گفت. من توی هیلاتگی این خیلی نبودم که فکر کنی این حرف رو میدن که اوکی، نم توی هیلاتگی من بگم سلام خوب هستین در رو بسید، تو خواهیه کردی از هایی رو فهمیدم پوینت رو باسه اولین بار، گفتم چرا یکی باید همچی حرفی بزنه؟ خب خود واقعا من بفهمونم، من واقعا نمیفهم این بازی چیه. بعد اونجا فکر کردم فهمیدم ولی نفهمیدم. بعد دوتا رابطه که کتون و فهمیدم که او چرا؟ چون من تنگ بازی در میابردم تا برم تو رابطه با دختره، دو ماه هم تنگ بودم، بعد گفتم خب دختر داره جواب میده دیگه، من به خودم خونه سر گفتم برو رو ما بخواب، ما میخوام بریم پایین ضبط کنیم. بعد ما خوابید سوهان کنیم بالا، زعفرم شسته بود. بعد دو ماه من سهیله میشم که خوبی عزیزم، بذار گل بزن برا، بوم دختره سویش میکنه به پتیاره شدن. پشمان. بعد فهمیدم که اینا یه مایند گیمی دارن که تا وقتی که تو رو سرشون سواری، به تو سواری میدن، به محضی که بیای پایین دنبال یه سوارکار جدید میگردن، نمیخواد بغلش را بدی، میگه سوارم شو. من اینو نفهمیدم چرا، دوباره میگم شاید شانس من بد بوده. آره احتمال هم هست که مثلا برای هر کسی یه مدلی اتفاق میفته دیگه. آدم مثلا برای من همیشه این مدلی بوده که همیشه گذاشتم به اندازه خودم، ولی همیشه هم گاییدنم. من همیشه دادم و سرویس شدم. آه خب از همین بوده دیگه. من میگم یا من و تمام دوستان بچه‌ها سنگ آدمایی، نه سهیل و تمام دوستان، یعنی 80 نفر الان تو مغزم دارم میبینم که همه اینجا وایسادن سخت بیان بگن منم هر 10 تا دوستو خاطر دارم. اصلا چرا من اصلا پشمام میریزه؟ من آدم کم میبینم، من خشیه میبینم فقط و پوتی و ایلیا، خیلی اصلا رفت آمد ندارم با کسی. الان که مثلا با تو حرف میزنم
میفهمم که با خیلی مشابه زیه. من فکر میکنم مثلا یه روزای عچه هم هم آدم بیگاهی هم که فقط این برادر سر من. نه حالا تو سناریو منو ببین. من یه پسرم 24 ساله 25 ساله یه خونه نه خوابه دارم، دوتا ماشین دارم، روزی دو تا سه هزار دلار پول در میارم، آمریکایی، نبایدم کار کنم، قدم 1.90 سیکس پک دارم، داد موقع داشتم سیکس پک دارم، اخلاقم هم همین که هست، اخلاق بدی ندارم فکر میکنم. منو میگایی، من بودم آقا چرا منو میگایی؟ چرا؟ من چی کار میدم برای تو کنم بهتر بشم؟ بعد یه چی که فهمیدم حرومزاده ها این موشک زنهای آمریکایی نونه فقط آقا نیزی که بکنم چاق شدید؟ ای شیکم میگم دریوز من 20 تا خاصیت داشتم یکی از دست دادم. تو چرا داری؟ اون فوکس میگه مغز منو سرویس کنی؟ مگه ما زنمون چاق میشه بهش میگیم کشکش چاق؟ مگه زنمون میاد ناخوناشو زده رنگ جادوگر بهش میگیم رنگ نه اصلا هرچی باید تمشا تعریف بیشتر میکن که اعتماد به نفس بیشتر بگیره. اونا حرومزاده ها بایستن میدن چیه تو بده بکنه؟ آخه چرا واقعا؟ ببین شخصیتشون اینه. بعد تو بگو از 100% خانوما با اونایی که تو البته من چیز میگم کلی نمیگم با 100% خانومایی که تو باهاشون بودی چند درصدشون این مدلی بودن؟ تک تکشون بودن. بعد من دختر پولدار پیدا کردم، دختر فقیر پیدا کردم، دختر تحصیل کرده پیدا کردم، دختر بیکار پیدا کردم، آخر جوون پیدا کردم، همسرم پیدا کردم. یعنی گفتم شاید این شه، اون شه، این شه. بعد علی رو دیگه استاپ کردم، پرسیدن چرا؟ گفتم آقا اینا اینه. پس حالا من دیگه سوار میشم، سواری میگیرم. اگر میخوای سواری بری بدو. چون اگه برم بغلت یه جور دیگه میخوام سرویس کنی. بزا حداقل در حالی که منم تو سرویس میکنم ازم جدا بشیم اگر دلیل داره اصلا خیلی بود. سوی اقتصادی، سوی اقتصادی.